با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان عزیز تلویزیون رنگین کمان، بخش 19 زندگانی کسروی رو در کنار شما بینندگان گرامی دنبال میکنم. در بخش 18 ما تا آنجا رسیدیم که کسروی در محاکمه ای که بین مهدی قلخان هدایت با یک زن سطح پایین، یک زنی که قدرتی نداشت، قدرت اجرایی نداشت، قدرت اداری نداشت، احتمالا پول نداشت، ضعیف بود، درگیری داشته و دادگاه میاد زیر دست کسروی و وکیل آقای مهدی قلی‌خان که وزیر دارایی هم بود، نافهمانه واژه حسب الامر رو به کار برده بود که این با کسروی برخورد میکنه، دوست نداره اینجور حرفا رو. شما حسب الامر میگید یعنی این که منو تحت تاثیر قرار بدید یا این زن بدبخت رو؟ بلافاصله صدایش رو بلند میکنه بر علیه وکیل مهدی قلی‌خان و میگه که در پیشگاه قانون مخبر السلطنه وزیر دارایی با فلان زن بیکس چه جدایی میدارد؟ میگه و چون دعوانی بی دلیل می بود رأی به هدایت دادم. مخبر السلطنه چیزی را که هرگز گمان نبرده بود با چشم خودش دید. یکی دیگر از وقایع خیلی پیچیده‌ای که کسروی بر علیه آن رأی داد، پیشکار داور بود که در یک دادگاهی در یک محاکمه میخواست حق کشی بکنه. کسروی در اونجا هم بر علیه آن شخص که در حقیقت بر علیه داور بود رأی داد. می نویسد که محمد رضا تهرانچی پیشکار وزیر عدلیه در دعوای مالکیت دو فقره از دهات اطراف قزوین قصد مداخله و حق کشی داشت، لیکن کسروی حکم بر علیه او داده بود. تهرانچی پس از آگاهی از این حکم دست به دامن داور وزیر عدلیه می شود و او را وادار می کند که نماینده ای از جانب خودش به نام شیخ اسدالله ممقانی برای جلوگیری از اجرای حکم دادگاه به پیش کسروی بفرستد. شیخ اسدالله ممقانی هم از یکی از قضات خیلی معروف عدلیه نوین رضا شاهی بود. و خواستار تغییر حکم باشه. کسروی حکم بر علیه این تهرانچی داده، به گوش داور، به گوش پروینچی رسیده، به تهرانچی رسیده. هم آدم او رفته از داور کمک خواسته، داور یکی رو فرستاده که از کسروی میخواد که این حکمی که داده شده به هم بزنه. میگه این آدم که خودش هم قاضی بود آمد و نشست برد پهلو دست من و ابتدا از زبان خودش، از طرف خودش درخواست تغییر حکم میکنه. میگه آقا این پروینچی مقام بالایی دارد، میتواند شما را اذیت بکند، بهتره که شما به نفع اون رأی بدهید. دقیقا میگه که آقا تهرانچی پیشکار وزیر است، میتواند به شما زیان برساند. کسروی فریادش رو بر سر همین قاضی میکشد و بلند میکند، میگوید که خوش سخنی میگویید، کژدم نیستواند به من زیان رساند، مرا ناگه گیر گرداند و نیشی زند، آیا باید به خواهش او از رأی خود باز کردم؟ این آقای ممقانی بعد اعتراف میکنه، میگه که این درخواست از جانب خود وزیر است. دیگه بدتر، دیگه صدای کسروی بیشتر بلند میشود.
در اینجاست که کسوی سختر از قبل پیامی سخت به داور میفرستد، میگوید به آقای وزیر بگویید من هیچگاه به خواهش این و آن از فهمیده خود باز نگشتم، به ویژه که شما روزی که عدلیه رو باز کردی قرآن به جلوی ما گذاردی و ما سوگند خوردیم و خدا را گواه گرفتیم که از قانون و راستی چشم نپوشیم. پس همه آنها بازی چه بود؟ شما چگونه میخواهید که من از رأی خود بازگردم؟ اینم یکی از مسائلش و بالاخره آخرین درگیری کسوی که موجب شد از عدلیه بیرون رود، درگیری با شخص رضا شاه و دربار رضا شاهی بود. آخرین اقدام گردن فرازانه کسوی معروف به داستان این است که بر علیه دربار رضا شاهی حکم داد، حکم صادر کرد و این حکم در آن دوره مثل توپ در تمام عدلیه های تمام ایران ترکید. خلاصه مطلب این است که در شهرک اوین زمین های وقفی مشهد از 80 سال پیش در اختیار کشاورزان بوده و آنان در آنجا سکونت کرده و به کشت و بهره برداری پرداخته بودند. زمانی که رضا شاه به قدرت میرسد به بهانه اینکه پادشاه کشور در هر زمان متولی وقف های آستانه میباشد، به بازگردانیدن این زمین ها اراده می کند. مردمی 80 سال است در اونجا زندگی کردن، خود کسروی هم خواهد گفت خانه ساختن، زمین ساختن، دارن به مملکت هم کمک میکنن. آقا میخواد برای خودش بازگردانه. کسروی می نویسد ببیشه که در آن میان داستانی رخ داده بود که و آن اینکه خالصی زاده آن آخوند هوچی از عراق آمده و به نام اینکه مرا انگلیسی ها بیرون راندند از عراق در تهران دستگاه هوچیگری بزرگی در چیده بود. این آقای خالصی زاده سال قبل از این با خود رضا شاه در افتاده بود، اون موقع رضا خان بود، وقتی که وقایع جمهوری خواهی پیش آمده بود بر علیه رضا خان قیام کرده بود، مردمو به قیام واداشته بود، کاری که از دست این آقایون میاد خوب میاد، بعد به مجلس آمده بود و در همین مجلس از طرف نماینده های طرفدار رضا خان یک کتک مفصلی هم خورده بود. ولی امروز چی گذشته بود که رضا شاه این آقا را نماینده خودش کرده برای بازگرداندن زمین های اوین. حالا کسوی میگه رضا شاه برای اینکه او را خاموش گرداند دیه های وقفی مشهد را هرچه در پیرامون تهران می بود به اجاره او سپرده بود. این آخوند در این هنگام فرصت یافته و با چند تن ژاندار به اوین رفته و در آنجا نشیمن گرفته، خانه ساخته و به نام آن که حقوق حقه آستان مقدسه امام را زنده می گردانم دست ستم به کشاورزان بازگردانیده بود که این درد دیگری به آنان می بود. کار همیشگی اینان است دیگه، کار همیشگی اینا، ضعیف کشن اینا، زمین های این افراد بدبخت رو می گیره. به هر حال دربار گذشته از آن که زمین ها را از دستشان می گرفت، از دست رایا می گرفت، به درخت هایی که کاشته و خانه هایی که بنیاد گذارده بودند بهایی نمی داد. آنگاه با آزمندی رضا شاه و ستمگری خالصی زاده بیمان می رفت که اجاره سالهای گذشته را نیز بطلبند و کشاورزان از این بابت در بیمو هراس بودم.
به هر حال پرونده به زیر دست کسروی میرسد. کسروی می نویسد: به همکاران گفتم پرونده ایست در باره دربار که به غلط رأی داده شده. قبلا رأی دادن، کشاورزان شکایت کردن، این شکایت زیر دست کسروی اومده. خلاصش درباره دربار که به غلط رأی داده شده، من آن را شکسته و به زیان دربار رأی خواهم داد. در مقابل دلسوزی همکاران که میترسیدن از زندگی کسروی، کسروی میگوید کاری کنید که به کسروی میگویند کاری کنید که خودتان رأی ندهید. وی جواب میدهد: اگر بخواهم خودم رأی ندهم، باید به گردن یکی از قضات اندازم، در حالی که آنان ناتوانتر از منند. هر یکی از آنان باشد خوردش کنند، ولی مرا به آسانی خورد نتوان کرد. خرور باش، تنها آن خواهد که مرا بیکار گردانند. سپس ادامه میدهد: آدمی میتواند گیاه بخورد و زندگی کند، این چه ترسی است که ما را فرا گرفته است؟ کسروی رأی صلحیه ای را که بر علیه کشاورزان داده شده بود شکسته و خود رأی به رفع مزاحمت میدهد، ولی معلوم می شود که اداره اجرا از اجرای آن حد خودداری می کند. جرأت ندارند، کار رضاشاهه. رضاشاه همه می ترسیدن از او. حتی اجرای دادگستری عدلیه نیز این حکمی که صادر شده از اجراش وحشت داشتند. به همین دلیل می نویسد که یکی از ماموران اجرا را به همراه برداشتم و حکم بر علیه دربار را به اجرا گذاشتم. این حکم همانند توپی در شهر ترکید. شاه و وزیر عدلیه و وزیر دربار و دیگران همه از این حکم خشمناک بودند. فردای آن روز تیمورتاش وزیر دربار کسروی را به دربار فرا می‌خواند. پس از ملاقات با لحن پرخاشگرانه می‌گوید: آقا چرا بر ما می‌تازید؟ کسروی در جواب می‌گوید: قاضی در رأی خود آزاد است. تیمورتاش با طنز و خشم: قاضی در رأی خود آزاد است؟ قاضی مستخدم دولت است. و باز کسروی جواب می‌دهد: قاضی مستخدم دولت نیست، قضاوت خودش قوه جدایی است. مشروطیت اینو گفته. تیمورتاش جواب میدهد: اینها حرفهای دموکرات هاست. کسروی باز جواب میدهد: اینها حرفهای قانون است. قاضی تا آزاد نباشد قاضی نتواند بود. و در همونجا به تیمورتاش میگوید که این کشاورزان زمین ها را آباد گردانیدند، ریشه بر روی زمین میدارند، درخت های کهنسال میدارند، خانه ها ساختند. دربار هر کاری که میکند اقلا باید بهای ریشه و درخت و خانه اونها را بپردازد. همه چیز به کنار، این چه صورتی دارد که یک دست کشاورزان و رنجبران به نام این که شاه و دربار به آنها ظلم کرده در شهر بگردند و همه جا ناله کنند و در همه جا گفته شود بروید به عدلیه؟ در عدلیه هم به تظلمشان گوش نداده محکومشان کنند و بازگردانند؟ آیا این به آبروی دولت بر نمیخورد؟ این کسروی با بالاترین مقام کشور در افتاده بود، قدرتی که دیگران در مقابلش جرأت نفس کشیدن نیز نداشتند. دستگاه طویل و عریض رضا شاهی در مقابل منطق کسروی به ظاهر خاموش شد، لیکن او را از شغلش برکنار کردند و سپس برایش توطئه چیدند. ولی با کسی که در پرونده خدمتش
بجز راستی و شرافت و پاکی و صداقت نبود، چه توطئه‌ای بر علیه او کارساز میتوانست باشد؟ در اینجاست که دشمن نیز به عظمت چنین انسانی تعظیم میکند. آخرین کلام کسروی در مقابل قدرت رضا شاهی نیز شنیدنی است. زمانی که وی حکم انتظار خدمت خیش را بر روی میز کارش مشاهده میکند، منتظر خدمتش میکند و این برمیگردد این حکم را بر روی میز کارش میبینه. زمانی که وی حکم انتظار خدمت خیش را بر روی میز کارش مشاهده میکند، سرفرازانه آخرین فریاد اعتراضش را بر سر قدرت و حکومت رضا شاهی سر میدهد. وزیر حکم می نویسد خدمت در انتظار من باشد و راستی که وی حماسه می آفریند و آن در سال 1309 بود. البته کسروی همزمان با کار و مسئولیت سنگین خودش از پژوهش های علمیز غافل نبود. در همین دوره از خدمتش بود که او به نوشتن کتاب شهریاران گمنام پرداخته و بخش های یکم و دوم آن را به چاپ رسانیده بود. در زمستان سال 1308 کتاب کارنامه اردشیر بابکان را ترجمه کرده بود، منتشر نمود و هموز که در همین دوره حکومتش، در همین دوره خدمتش میگوید مرا با خدا پیمان است که از پا ننشینم و این راه را به سر برم و این راه او را به سوی زندگی سختی راهنمایی کرد. روز بخیر. موفق باشید.